در اینجا میخوام به نصب و راه اندازی محیط دیولوب در حالت آفلاین بپردازم. در واقع حالتی وجود داره که شما اصلا به اینترنت دسترسی ندارین، ولی این نرم افزارا رو میتونین برین از اینترنت دانلود کنین در کافینت جایی و به صورت آفلاین بر روی یک پی سی داشته باشین. حالا امکان داره در نصب در واقع هر کدوم از این نرم افزارا در حالت آنلاینش برای شما مشکلی پیش بیاد که باز هم بخواین با اینکه دسترسی به اینترنت دارین بخواین تو حالت آفلاین از اینها استفاده کنین. تو حالت آفلاین شما دیگه در واقع به کامپوزر دسترسی ندارید. همینطور آرشیو ها رو من قبلا برای وی ام اوبونتو 32 بیتی گرفتم و در فایل آرشیو داد تی جی زد گذاشتم که شما فقط کافیه که این باکس واگرانت رو راه اندازی کنید، بهش SSH بزنید و این آرشیو رو از حالت فشرده خارجش کنید و نرم افزارها رو اینستال کنید. در ابتدا نیازه که شما ویرچوال باکس رو نصب کنید. بعد از اون میرسه به نصب باگراند. بعد از نصب باگراند یک بار نیاز به ریستارت هستش. بعد از اون نیاز به معرفی باکس باگراند هستش. در ابتدا برین مسیر پت خودتون رو چک کنید آیا باگراند بهش اضافه شده یا نه. در قسمت Advanced System Setting، Environment Variable و در قسمت پت. خب در اینجا وارد شده. اگر در واقع چنین حالتی بود، در واقع واگراند به مسیر پت شما اضافه نشده بود، میایید در دراوی سی هشیکورپ و واگراند بین این مسیر رو کپی میکنید، در داخل پتتون یک در واقع نقطه ویرگول و بعدش مسیر پت رو در اینجا پیست. حالا CMD خودتون رو باز میکنید، کمند پرامپت ویندوز رو. من یک پوشه در درایو سی میسازم به اسم VM E2 VM2 میرم و Vagrant Barks Add یه تایتل برش میذارم Precise 32 Offline و بعدش مسیر در واقع باکس Vagrant رو باید بهش بدیم. در اینجا مسیر باکس رو بیارین درش کپی میکنم. چند لحظه طول میکشه تا این باکس به باکس های فاگرانتمون اضافه میشه. بعدش در همین جا فاگرانت اینیت پریسایس 32 آفلاین یک فایل واگرانت برامون در همین مسیر ساخته، در همین مسیر VM2. من میرم به اینجا VM2 یه واگرانت فایل برام ساخته. این رو در نرم افزار ادیتور خودتون باز کنید که من در سابلایم تکست باز کردم. در کانفیگی که بایستی انجام بدیم یکی پرایوت نتورک هستش که ما میخوایم از نتورک خصوصی استفاده بکنیم. config vm network ip 192.168.33.10. بعدش شیرینگ فولدر هستش که شیرینگ فولدر هم بازم از حالت کامنت در بیاریم، در مسیر www local وصل بشه به در واقع فره www vm. این فایل رو سیوش میکنیم، بریم به مسیر کمند پرامپت و باگراند آپ. خب خطایی که داد مسیر www رو تو لوکال پیدا نکرده. من یک فولدر اینجا میسازم www و دوباره باگراند آپ بشم. در اولین اجرا کمی طول میکشه، ایمپورت بیس باکس میکنه از پریسایس 32 همون تایتلی که در اونجا وارد کرده بودیم. خب بعد از بوت شدن این ماشین مجازی
نوبت به زدن SSH به این ماشین هستش. در اینجا نرم‌افزار پوتی رو نصب می‌کنیم. با آدرس IP 127.0.0.1 و پورت 22.22 در اینجا yes رو انتخاب میکنیم. username background، password background، سودو داش اس میزنم. خب حالا میرسه به نصب نرم افزار. گفتیم که ما در حالت آفلاین هستیم، در واقع به اینترنت دسترسی نداریم. پوشه در واقع فایل archive.tjz رو میارین در VM2، در همین جا پیستش میکنید، میرید به sh background یا ls میگیرین، archive.tjz رو در اینجا میبینید، تار داش cxvf archive.tjz. خب از اینکه این آرشیو از حالت فشرده خارج شد، میریم به پوشه آرشیو dpkg-i زب در نقطه دب، در واقع تمام فایل های دب رو شروع میکنه به اینستال کردنش. در حالت آفلاین شما تمام نرم افزارهایی رو مثل آپاچی، پی اچ پی 5، مای اس کیو ال و همینطور پلاگین ها، پی اچ پی مای ادمین، همه اینها رو در همین فایل archive.tjz خواهید داشت و فقط کافیه که این archive.tjz رو از اینترنت دانلود کنید و دستوری که گفتم dpkg-i zap.dev رو بزنید و تمام این فایل ها به یک باره برای شما نصب و اینستال بشه. تنها تفاوتی که حالت آفلاین با حالت آنلاین داره اینه که شما در واقع برای آپدیت کردن و یا اینکه در واقع تغییر هر کدوم از این پکیج ها و یا اینستال کردن موارد جای حتما بایستی به اینترنت وصل بشین. حتی برای اون هم میتونید در واقع فایل های دبش رو از اینترنت بگیرین، دپندنسی هاش رو رعایت کنید و به صورت آفلاین هم اینستال کنید یا خودتون در واقع سورسش رو بگیرید در یه فریمورک، در وی ام در واقع اوبونتو به صورت لوکال کامپایلش کنید. خب بعد از نصب این موارد، کانفیگ و راه اندازیش در واقع دقیقاً شبیه ویدیوهای قبلی که ما کانفیگ رو راه اندازی می‌کردیم، در واقع الان شما در اینجا وب سرور آپاچی، پی اچ پی، تمام اینها رو داریم و فقط کافیه که کانفیگش کنیم. من اگه یه نمونه در اینجا اگر اجرا بگیرم، خب این از e.com من و همینطور با نرم افزار تکست ایدیتور سابلایم تکست یک تست درست میکنم، php info در خب فایل جدید در مسیر VMA2 و www در اینجا توی فولدر html-ش index.php ذخیره میکنم. فایل قبلی رو هم دلیتش میکنم، در واقع در مسیر www.html فایل قبلی رو دلیتش میکنم، میام و ویب سرور رو نمتان دوباره میبینید که php info index.php رو در اینجا اجرا شده و php info داره کل واقع information php من رو داره نشون. خب از ویدیوهای کانفیگ میتونید برای کانفیگ در واقع یه فریمورک دو استفاده کنید، در تمام این کانفیگ هایی که ما در واقع برای محیط دیولوپ رو نیاز داریم. و اما میرسه به نصب خود یه فریمورک دو. در واقع ما گفتیم در محیط آفلاین هستیم و به اینترنت دسترسی نداریم که بیام از طریق کامپوزر یه فریمورک دو رو نصب کنیم. آرشیوش رو صرفا ما داریم، آرشیوش رو کپی میگیرم، میام به VMA2
و WWW. البته من هنوز کانفیگا رو انجام ندادم و کانفیگ من برای لوکال فولدر همون فولدر HTML هستش. این فریمورک دور در همینجا پیستش میکنم و میرم به مسیر ور WWW HTML در اینجا تر داشت ZXVF یه دوی اپه ادوانس. بعد از ساعت فشرده خارج شدن یه دوی ادوانس میرم به پوشه ادوانس. باز هم در اینجا اینیت رو خواهید داشت، اینیت رو میزنید اینیت به شما میگه محیط دیولوپمنت چی باشه، که دیولوپمنت باشه یا پروداکشن در واقع محیط اجرایی فریمورک دو. در اینجا yes و چند لحظه طول میکشه تا اینیتش میکنم. حالا اگر بیام به پوشه ادوانس فرونت اند وب قسمت در واقع اپ ادوانس قسمت فرونت اندش اجرا خواهد شد، حتی بیان تو قسمت کانتنت. خب نصب و اینستال در محیط آفلاین تموم شد. در واقع تا اینجا در واقع ما تونستیم این فریمورک دو رو در محیط دیولپمنت خودمون که تو حالت وی ام استش رو اندازی کنیم. تو ویدیوهای بعدی میتونیم یکی یکی فصل ها رو ببینیم.